بینندگان عزیز کرد کانال، سلام و عرض ادب خدمت شما. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه و پنجشنبه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. با اخبار کوتاهی که براتون انتخاب کردیم در خدمتتون هستیم. امیدوارم این اخباری رو که انتخاب کردیم و به سمع و نظر شما عزیزان میرسه مورد پسندتون قرار بگیره. از زلزله ترکیه طبق معمول این روزها شروع میکنیم. زلزله جانکاه و بسیار وحشتناک که تا به الان آمارش به 17200 تن رسیده، آمار کشته شده هاش، آمار زخمی هاش یه چیزی حدود 210000 نفره. با این حال در شهرهای مختلفی از مرز ترکیه و سوریه همچنان آواربرداری ادامه داره و این تخمین و حدس زده میشه که احتمال جانباختگان بیشتر و مجروحین بیشتری رو داشته باشه. به هر حال امیدواریم که هرچه بیشتر این آمار کم بشه و جانباختگان دیگه تعدادشون بیشتر نشه، که یک موضوع در حقیقت متأثر کننده انسانیه. تصویری ماهواره‌ای ثبت شده از شهر قهرمان مرعش در ترکیه که قبل بعد از زلزله رو نشون میده. قبل از زلزله شهری پر جمعیت با جمعیتی بالغ بر 600000 نفر بوده و بعد از زلزله اون تصویر ماهواره‌ای نشون میده که یه چیزی حدود 1/3 این شهر کاملا با خاک یکسان شده و ویران شده. این خبر در حقیقت و تصویر بسیار تلخیه که باید دید که از اون شهر قهرمان مرعش چه تعداد جانباخته از زیر آوار در میاد و چه تعدادی مجروح، که امیدواریم، عرض کردم، ما امید داریم که تعداد جانباخته ها کمتر بشه و این فاجعه هرچه زودتر رفع و رجوع بشه. در اخبار شبانه ای که از سراسر کشور در شهرهای مختلف از ایران داریم، بانک های شبانه مردم، همون بانک هایی که در فراخانی قرار شده بود که دهه فجر رو مردم هم خودجوش از بام خانه های خودشون یا از پنجره های خانه خودشون در شهرهای مختلف شعارهای حکومتی ضد حکومتی سر بدن و انزجار و تنفر خودشون رو از حکومت جمهوری اسلامی نشون بدن، که این همچنان در جریان هر تصویری که به دست ما میاد، تصاویریه که در اصفهان، شیراز، مشهد، تهران، علل خصوص تهران، در محله های مختلفش، در کرج و شهرهای اقماری تهران این بانک ها به شکلی رسا و بسیار بلند شنیده میشه و به هر حال این روش هم نوعی نشان دادن خشم و انزجار از حکومت جمهوری اسلامیه. با تصاویری که ما در اختیار گرفتیم، شهر جوانرود از دیروز با ارسال نیروهای امنیتی و حکومتی رفته رفته به سمت میلیتاریزه شدن رفته. این میلیتاریزه شدن بیشتر از ترس حکومت، مبنی بر این که خب میدونید که 40 جانباخته عزیز برهان الیاسی قرار بود امروز در گورستان حسنگایر جوانرود برگزار بشه. از دیروز وحشت حکومت چنان روزافزون شده که از دیروز نیروهای امنیتی رو از شهرهای دیگه به سمت جوانرود سرازیر کردن و سعی در کنترل کردن این گورستان بودن و بخشی از خیابانهای شهر. اون چیزی که امروز از تصاویر گورستان حسنگایر به دست ما رسیده کاملا یک فضای امنیتی و پر از نیروهای امنیتیه، که همه اینها داله بر اینه که حکومت روز به روز ترس و استرابش بیشتر میشه از قیامها و خیزشهای مردمی. در خبر دیگه‌ای که براتون داریم، با رسیدن به آستانه 22 بهمن فرمایشی و نمایشی از سمت حکومت جمهوری اسلامی، روز به روز داریم میشنویم که این
اعتصاب ها و اعتراض ها از خیابان به کارخانه ها، به کارگاه ها، به شرکت ها، به مثلا پالایشگاه های نفت کشیده شده. اون چیزی که امروز تصاویری رو داشتیم ازش مال در واقع اعتصاب دو سه روزه ایه که همچنان ادامه پیدا کرده، اعتصاب کارگران صنایع لاستیک یزد تایر، شرکت اکتشاف نفت که در در شهر ایلام قرار داره، اونها هم به اعتصاب پیوستن و برای تعویق مطالباتشون و پرداخت نشدن آنچه که حق و حقوقشونه در چندین ماه دست به اعتصاب زدن و کاملا اون پالایشگاه رو تعطیل کردن. پنبه‌کاران پارس‌آباد مغان، بعد کشاورزان اصفهان که جمعیت انبوهی از کشاورزان اصفهان در راه تهران با فشار نیروهای حکومتی برگشتن به اصفهان و در اصفهان یک تجمع و یک اعتصاب گسترده ای رو راه انداختن. شرکت ایران تایر، شرکت فولاد آریاس و مرغداران کشور که در مقابل شرکت در مقابل وزارت جهاد کشاورزی تجمع گسترده ای رو برای عدم استقبال مردم از خرید مرغ و گران شدن خوراک مرغ برگزار کردن که هیچ کدام از مطالباتشون به درستی رفع و رجوع نشد و همچنان به اعتراض و اعتصاب خودشون ادامه دادن. یک برنامه‌ای که دیروز خدمتتون عرض کردم از افغانی‌های عزیز که فریب جمهوری اسلامی رو می‌خورن و حدود 5-6 هزار نفرشون از افغانستان بدون ویزا و بدون روادید وارد ایران شدن به دعوت خود جمهوری اسلامی برای شرکت در مراسم 22 بهمن فرمایشیشون در سیرک 22 بهمن. اینا میخوان با هر فشار و با هر زوری که شده جمعیت نسبتاً انبوهی رو در خیابان‌ها جمع بکنن که به هر حال اون روز هم دو روز دیگه فرا خواهد رسید و خواهید دید که کسی از این حکومت دیگه راضی نیست و هر آن کس که اندک حضوری در خیابون‌ها پیدا می‌کنه همه از آدم‌هایی هستند که یا به اجبار به این شو و کارناوال تن داده شدن یا اینکه اون تعداد محدود اقلیتیه که وابستگان حکومتی هستن و از پول خون مردم و از جیب مردم ارتزاق میکنن و با حکومت جمهوری اسلامی همدست هستن. اون چیزی که کاملا مشهوده یک توییتی هست از حجت الاسلام محمد رنانی که براتون انتخاب کردیم. در این توییت این حجت الاسلام که خودش آخوند هم هست ابراز کرده که بچهش از مدرسه اومده و گفته شرکت در مراسم 22 بهمن اجباری با خانواده و در صورت شرکت کردن 3 نمره به نمره در واقع انضباطشون زیاد میشه و این آخوند در این توییت اعتراض کرده گفته که به چه قیمتی میخواید مردم رو به خیابون بکشونید، بچه ها رو که دارید خودتون به زور میبرید، حالا خانواده هاشون هم با تطمیع 3 نمره برای بچه میخواید به خیابون بکشونید، که این واقعا جای طنز تلخیه که حکومت به گدایی افتاده و داره مردم رو با این شکل فجیع به خیابون میکشونه. در خبر بعدی که به دست ما رسیده بازداشت فلعی کردستان که هر روز یا هر چند روز یک بار هی تکرار میشه توسط نیروهای امنیتی و حکومتی، دیروز بازداشت 2 شهروند دیگه کرد آبدانان ایلام رو داشتیم به اسم هادی حسنوند و پیمان یاسمی. هادی حسنوند رو بعد از 12-13 ساعت بازجویی با یک وضع بسیار بدی آزاد کردن، رهاش کردن، اما از سرنوشت پیمان یاسمی هیچ اطلاعی در دست نیست و خانواده مراجعه کردن به فرمانداری، به نیروی انتظامی و هیچ پاسخی دریافت نکردن که پیمان یاسمی الان در کجا به سر میبره.
فراخانی هم هست که همچنان در این روزها ما در اخبار این رو به سمع و نظر شما میرسونیم، فراخانی که به 27 بهمن رو جانباختن چهلوم محمد مهدی کرمی و علی محمد حسینی، دو جانباخته راه آزادی. اون محمد حسینی واقعا آدم در واقع بسیار بی کسی بود، نه پدر داشت، نه مادر داشت، نه خواهر، نه برادر، و به اون شکل مردم باهاش همدردی کردن و جنازه‌شو تحویل گرفتن و خودشون براش یه مراسمی تشکیل دادن. مردم دلسوز در مراسم چهلوم اینا یک فراخوانی داده شده که 27 بهمن ماه این مراسم برگزار میشه، فراخوان سراسری برای انقلاب سراسری بر علیه حکومت جمهوری اسلامی. اخبار و توییتی بیرون اومده که رابرت مالی نماینده ویژه امور ایران در کاخ سفید با بهمن قبادی کارگردان کرد سینمای ایران ملاقاتی داشته. در این ملاقات در مورد به اصطلاح تظلم و اون فشاری که به مردم کردستان چه در خیابان‌ها چه در عرصه فرهنگ، هنر و زبان وارد میشه، بهمن قبادی با رابرت مالی صحبت کرده. رابرت مالی خودش در توییتی ابراز کرده که گفتگوهای سازنده‌ای بود. بهمن قبادی درد ملت کرد و بلوچ و بقیه مردم ایران رو به گوش ما رسوند و اون جلسه رو بسیار خوب و بسیار سازنده توصیف کرده رابرت مالی در توییتی که خودش زده. یک فراخوان بزرگ دیگه ای هم هست که روز به روز داره بیشتر گسترش پیدا میکنه. ایرانیان خارج از کشور در سراسر جهان قرار به اصطلاح یک تظاهرات، یک راهپیمایی گسترده، تمام شهرهای مهم جهان، از نیویورک، ونکوور کانادا، از واشنگتن، از به اصطلاح اتاوای کانادا گرفته تا برلین، لوکسامبورگ، هلسینکی، وین، پاریس و شهرهای مختلف دیگه اروپا قرار بزرگی گذاشته شده که ایرانیان سراسر به اصطلاح دنیا جمع بشن و در این تظاهرات عظیم و گسترده روز 11 فوریه که مصادف با 22 بهمن فرمایشی حکومت پوسیده جمهوری اسلامی، که امیدواریم اون هم تأثیر خودش رو در رسانه‌های بین‌المللی داشته باشه و در دیپلماسی سازشکارانه برخی از کشورهای غربی با جمهوری اسلامی تأثیر مستقیمی داشته باشه، همون جوری که مردم دارن در خیابون‌ها برای احقاق حقوق خودشون و برای مطالبات خودشون و برای آزادی جان میدن و سینه خودشون رو مقابل گلوله ستمگر جمهوری اسلامی سپر کردن، کشورهای خارجی هم مراودات مالی و سایر چیزهایی رو که جیب جمهوری اسلامی رو پر میکنه تا مردمش رو بیشتر سرکوب کنه جلوگیری کنن. و امیدوارم که این تجمع گسترده در سراسر جهان توسط ایرانیان تأثیر بسیار مثبتی داشته باشه. این بود اخبار کوتاهی که براتون انتخاب کردیم، امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا روز دیگر و اخباری دیگر و حال خوبی دیگر برای شما، براتون آرزوی شادی و سلامتی میکنیم. سیاوش!